زخم کاری مردم به سحر زکریا بازیگر مشهور سینما و تلویزیون حسابی جنجالی شد. دوستان عزیز به کانال حاشیه تیوی پلاس خوش اومدید. لطفا قبل از هر چیزی روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و بکوبید روی اون زنگوله کناریشو لایک و کامنت رو فراموش نکنید. متاسفانه در روز گذشته خانم سحر زکریا بازیگر مشهور و محبوب کشورمون با انتشار یک لایو جنجالی و دردناک از زخمای کاری مردم نسبت به خودش گفت، از بیمهری های مردم و فالوورهاش گفت، از رنج هایی که توی این مدت کشیده و از تهمت های ناروایی که بهش زدن گفت. متاسفانه دیروز خانم سحر زکریا حال خوبی نداشتند و با دردهایی که تو قلبشون بود خطاب به مردم گفتند: من شایسته این همه بیمهری شما نبودم. متاسفانه ازتون توقع نداشتم که انقدر نسبت به من بیمهر و بیلطف باشید. دیروز خانم سحر زکریا قسمت هایی از کامنت و فحاشی مردم نسبت به خودش رو با انتشار چند پست اینستاگرامی منتشر کرد. گویا خانم سحر زکریا دیگه کاسه صبرشون لبریز شده بود و دیگه با انتشار چند پست اینستاگرامی از فحاشی مردم نسبت به خودش فقط خواستن گوشه ای از این همه بی‌حرمتی که در تمام این ماها به خانم سحر زکریا می شده رو به تصویر بکشن، که واقعا هم حق خانم سحر زکریا نبود که انقدر مورد بی‌لطفی مردم قرار بگیرن. اما جالبه بعد از این لایو جنجالی و کوتاه خانم سحر زکریا باز هم شایعاتی مبنی بر خودکشی سحر زکریا در فضای مجازی منتشر شد و بسیاری از منتقدان سحر زکریا گفتند سحر زکریا با یک لایو کوتاه خاص برای همیشه با فالوورهاش و کلن با مردم و دنیا خدافزی کنه و قصد داره خودکشی کنه، که خب بسیاری از همکاران ایشون هم نگران خانم زکریا شدند. در پی این اتفاق سرم زکریا خواهر خانم سحر زکریا با انتشار یک پست اینستاگرامی نوشتند: متاسفانه به خاطر بی‌حرمتی هایی که در فضای مجازی به خواهرم سحر زکریا شد، ایشون حالشون خوب نیست. تصمیم خانواده بر این بود که سحر یک مدتی از فضای مجازی دور باشه. سحر یک هنرمند مردمی هستش که همیشه به فکر مردم کشورش بوده و از حق و حقوق مردم در زمانهای مختلف دفاع کرده و ساکت نمونده. متاسفانه خواهر ما این همه بهش بی‌حرمتی بود و شایسته این همه بیمهری و بیلطفی شما مردم خوبمون نبود. هنرمند مردمی که سالهای سال به فکر مردمش بود، پا به پای مردمش قدم ورداشت و حرکت کرد، صدای مردمش بود، ولی الان متاسفانه مورد هجمه بسیاری از مردم و همچنین فحاشی اونها قرار گرفته. چرا؟ فقط به خاطر اینکه میخواست از حقوق خودش دفاع کنه، میخواست از همکار قدیمیش یه نقد کوچیکی بکنه. دوستان عزیز، مخاطبان گرامی، آقای مهران مدیری با همه الگو بودنشون، با همه هنرمند بودنشون، با همه بزرگمردیشون، با همه جوانمردی و خوب بودنشون، ممکنه 1% مثل همه مردم، مثل خود ماها ایراد داشته باشن. شاید این ایراد رو من و شمایی که مخاطب آقای مدیری و طرفدارشون هستیم نبینیم، ولی خب خانم سحر زکریا حدود 20 سال به گفته خودشون 20 سال با آقای مدیری همکار بودن و در واقع روزهایی بوده که از نزدیک با ایشون مراوده داشتن و قطعا بهتر از هر کس دیگه ای آقای مدیری رو میشناسن. درسته بسیاری از هنرمندان، حتی هنرمندان پیشکسوت کشورمون هم اومدن از آقای مدیری نقد کردن و یکی دو روز بعدش اومدن گفتن نه، آقای مدیری مثل پسرمونه، فقط ما خواستیم بهش بگیم که با ما همکاری نکردی، چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد. دیگه خودمونیم. یکی دو روز بعد دقیقا اومدن حرفشون رو پس گرفتن و گفتن نه، اصلا ما این حرف رو نزدیم و ما نبودیم این حرف رو به شما جلوی دوربین زدیم، شما اشتباهی شنیدید. ولی خب نباید نقدهای خانم سحر زکریا رو انقدر نادیده گرفت. خانم سحر زکریا تنها هنرمندی بودند که سالهاست و مدتهاست آقای مهران مدیری رو نقد میکنن و در تمام این مدت هم پای حرفشون بودن. حالا امین فردین به عنوان یک پاپاراتزی که در واقع چند سالی اومده با انتشار یک ویدیوهایی
بر اساس شنیده‌ها و آدم‌هایی که داره یک سری افشاگری‌هایی می‌کنه. حالا می‌تونه درست باشه، می‌تونه غلط باشه. دلیل بر این نیست که چون آقای فردین یک شبکه و یک رسانه موفقی دارن، هر آن چیزی که ایشون میگن درسته یا هر آن چیزی که هر هنرمندی راجع به آقای مدیری میگه درسته یا غلطه. دوستان عزیز، انقدر زود قضاوت نکنید. آقای امین فردین در یکی از ویدیوهاشون اومدن راجع به خانم سحر زکریا گفتند آقای مدیری مدت‌ها و سال‌ها دوست پسر خانم زکریا بودند و باهاشون زندگی می‌کرده. برای همین در سال‌های گذشته از آقای مدیری بد و بیرا نمی‌گفته. حالا که میونشون به هم خورده اومده راجع به آقای مدیری چرت و پرت میگه. اگر هم اینطور باشه، یک رابطه‌ای بین خانم زکریا و آقای مدیری بوده که خانم زکریا این مسئله رو تکذیب کردن و گفتن اصلا اینطور نیست. من و آقای مدیری یک همکاری بیش برای هم نبودیم. من هرگز زندگی شخصی آقای مدیری رو به هم نزدم. حتی خود خانم آقای مدیری هم در جریان هستند. دوستان عزیز، رفتارها و ریاکشن‌های ما مردم میتونه با جان و زندگی حتی یک هنرمند بازی کنه. بنابراین با کامنت‌هایی که برای خانم سحر زکریا میذارید، لطفاً با جان و زندگی ایشون بازی نکنید که نتونه برای ایشون مزاحمت و مسئله روحی ایجاد بکنه. به هر جهت هر آن چیزی که مطرح میشه صرفاً بر اساس وقایع نیستش. حتی ما خودمون هم این ویدیوها رو برای شما عزیزان تهیه میکنیم بر اساس شنیده ها و هر آن چیزی که در فضای مجازی هستش و بارها و بارها تاکید کردیم. هر آن چیزی که برای شما عزیزان تهیه میکنیم صرفاً بر اساس شنیده ها در فضای مجازی هست و ما به هیچ عنوان این مسائل رو تایید یا تکذیب نمیکنیم. دوستان عزیز، لطفاً اگر هر کدوم از شما راجع به خانم سحر زکریا و روابط شخصشون با آقای مهران مدیری قضاوت اشتباه کردید، بهتره که در قسمت کامنت ها در پیج اینستاگرام خانم سحر زکریا از ایشون عذرخواهی و دلجویی بکنید و یک هنرمندی که شاید در این مدت ها کمکار بوده، مورد بی‌لطفی و بی‌مهری همکارانش و منتقدانش قرار گرفته رو دوباره به جامعه هنری برگردونید. دوستان عزیز، اگر این ویدیوی ما رو دوست داشتید، لطفاً زیر همین ویدیو راجع به خانم سحر زکریا و آقای مهران مدیری با رعایت احترام کامنت های خوبی بذارید و لطفاً لینک این ویدیو و کانال ما رو برای دوستانتون در فیسبوک و توییتر در گروه های ایرانیان مقیم کشورهای مختلف لطفاً شیر کنید و برای عضویت در کانال حاشیه تیوی پلاس لطفاً وارد یوتیوب بشید و وارد کانال ما بشید، روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و اون زنگوله کناریش هم فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید.